پیام تازه امام علی رحمان و طالبان در مورد پرورش انتحاری‌ها مانند لانه‌های فارم مرغداری در این کشور که همه جهان را شوکه کرده است. سلام دوستان بی‌نهایت گرامی، به یک ویدیو بسیار مهم امروزی ما خوش آمدید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. در ادامه مشروع خبرها، طالبان در دشت برچی یک مدرسه بزرگ دینی می‌سازند. خبرگزاری باختر گزارش داده است که طالبان در دشت برچی کابل یک مدرسه بزرگ دینی می‌سازند که سنگ تهداب این مدرسه روز گذشته توسط مقام‌های طالبان گذاشته شده. مولوی ندام محمد ندیم، والی طالبان در کابل، گفته است که این مدرسه جامعه رحیمیه در 8 جریب زمین ساخته می شود. منطقه دشت برچی در غرب کابل عمدتاً هزارنشین و شیعه نشین است و ساکنان آن در 20 سال گذشته و در 1 سال حکومت طالبان بارها مورد حملات تروریستی قرار گرفته‌اند. آنها می‌خواهند حالا مسجدی را بنا کنند که فردا انتحاری‌ها بتوانند به آسانی تمامشان را قتل عام کنند. آخرین مورد مراکز آموزش کاج مورد حمله انتحاری قرار گرفت. در این حمله بیش از 53 دانش آموز جان باخت و بیش از 300 تن دیگر زخمی بر جای گذاشت. هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. طالبان هیچ کسی را نیز در این ارتباط بازداشت نکرد. طالبان گفتند که آموزش مسائل عقیدتی و مذهبی از اولویت‌هایشان است و می‌خواهند در هر ولسوالی 3 تا 10 مدرسه دینی بسازند. خبر دیگر و بسیار مهم، بازگشت ایوبی از کابل و فاریاب. طالبان اختلاف‌های درونی خود را چرا پنهان می‌کنند؟ گزارش ویژه از افغانستان اینترنشنال. با دنبال قطع رابطه صلاح الدین ایوبی از فرماندهان ازبک‌تبار با حکومت طالبان روز گذشته، پیام صوتی او منتشر شده که می‌گوید جدایی او حقیقت ندارد. پیگیری افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که این پیام قدیمی است و طالبان با انتشار این فایل صوتی اختلاف‌های درونی را پنهان می‌کنند. منابع که خبر جدایی صلاح الدین ایوبی از صفوف طالبان را به افغانستان اینترنشنال تایید کرده بودند می‌گویند که طالبان با انتشار پیام قدیمی او در تلاش پنهان کردن اختلافات درونی و کنترل اوضاع هستند. منابع نزدیک به صلاح الدین ایوبی و افغانستان اینترنشنال تایید می‌کنند که این فرمانده ارشد به دلیل نارضایتی‌ها از عملکرد قومی و نادیده گرفتن جایگاه ترک‌تباران در حکومت طالبان از این گروه جدا شده است. همانند مهدی مجاهده هزاره‌تبار که حلق‌آویز شد و از صحنه برای همیش حذف شد. صلاح الدین ایوبی از فرماندهان ارشد ازبک‌تبار طالبان است که پس از فرار اشرف غنی وارد ارگ ریاست جمهوری شده بود. منابع افغانستان اینترنشنال می‌گویند که ایوبی از کابل و شهر میمنه مرکز فاریاب رفته و شرط را تعیین کرده که در صورت پذیرش آن دوباره به این گروه می‌پیوندند. این خبر 2 روز پیش توسط افغانستان اینترنشنال منتشر شده است. پس از گذشت 2 روز رسانه‌ای شدن آن، امروز در شبکه‌های اجتماعی پیام صوتی صلاح الدین ایوبی منتشر شده که می‌گوید اگر کابل برویم می‌گویند که بندی است و اگر به طرف فاریاب برویم می‌گویند که قهر کرده و خودشان را خوشحال می‌سازند. صلاح الدین ایوبی هزاران جنگجو دارد و در سالهای گذشته نقش برجسته در جنگ علیه نیروهای امنیتی دولت افغانستان داشته است. طالبان همواره اختلافات درونی را رد کرده‌اند از ترس اینکه فردا مبادا به دستان خود مردمشان سرنگون شوند. با این حال چند پیش مخدوم معلوم فرمانده ارشد ازبک‌تبار طالبان در شمال افغانستان توسط خود این گروه برکنار و برای مدت طولانی بازداشت شد. در آن زمان برکناری این فرمانده سبب اعتراضات گسترده در فاریاب شد و جنگ مغلوبه در این ولایت رخ داد و صلاح الدین ایوبی هم به این ولایت رفت و شایع شد که او با حکومت طالبان قطع رابطه کرده و علیه نظام استبدادی این گروه ایستاده‌اند. خبر دیگر و شوک دهنده، نگرانی رئیس جمهور تاجیکستان. در افغانستان ده‌ها هزار مجاهد و انتحاری آموزش می‌بینند. امام علی رحمان، شخصی که از ریشه‌داران خیلی بد می‌برد و از ملاها نفرت دارد، رئیس جمهور تاجیکستان امروز با سران روسیه و کشورهای آسیای میانه از حضورش به نظامیان و نیروهای انتحاری در مرزهای افغانستان ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان گفت که در افغانستان ده‌ها هزار مجاهد با شمول بمبگذاری انتحاری آموزش می‌بینند. طالبان با صراحت گفتند که در ارتش خود واحدهای انتحاری دارند. طالبان می‌گویند که وظیفه این نیروها تامین امنیت است. در 1 سال گذشته تعداد زیادی از این نیروهای طالبان به شمال افغانستان اعزام شده‌اند. انتحاری روز به روز بیشتر می‌شود، اما از امنیت هیچ خبری نیست و ده‌ها تن همه روزه در افغانستان کشته و زخمی می‌شود. با گزارش خبرگزاری ریانویسی روسی، امام علی رحمان گفته است که ما شاهد گسترش فعالیت‌های مختلف تروریستی و افراطی در افغانستان هستیم. او در این نشست که رؤسای جمهور روسیه قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند گفت بیش از 12 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند که والله اعلم آنها را کیها حمایت میکنند، این را باید زمان پاسخ بدهد. خبر دیگر، یک زن عضو کماندوی پیشین افغانستان میخواهد در مبارزات MMA شرکت کند. حوا حیدری، یک عضو مخفی نیروهای کماندوی نظامی پیشین افغانستان میخواهد در مبارزات هنرهای رزمی مختلف یا MMA اشتراک کند. سایت خبری صدای آمریکا گزارش داده است که حیدری با 3 خواهرش در یک آپارتمان دوخوابه در اکسپیکون واشنگتن زندگی میکنند. حوا حیدری به صدای آمریکا گفته است که من میخواهم یک مبارز MMA بشوم و با دیگران در رنگ مبارزه کنم و از این طریق شاید بتوانم دردم را مداوا کنم. حیدری در تلاش است تا جایگاه نخستین زن افغانستان را در مبارزات هنرهای رزمی مختلف اشتراک میکند و خود اختصاص دهد. او گفته است که در شغل نظامی خود با تبعیض جنسیتی زیادی از سوی مردم مواجه بوده است و گفته او اکنون برای دنبال کردن هدف جدید خود از آزادی کامل برخوردار است. با باور حیدری، در افغانستان افراد زیادی هستند که به زنان میگویند شما باید در خانه بمانید چون در بیرون از خانه کار کردن نمیتوانید. او گفته است که به همین دلیل من میخواهم با آنها نشان دهم که زنان میتوانند در این مبارزات نیز اشتراک کنند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان بسیاری از شهروندان کشور مجبور شدند تا به موجی از مهاجرانی بپیوندند که به کشورهای غربی و ویژه امریکا پناه بردهاند. خبر دیگر و فوری، مدیر مسئول طلوع نیوز افغانستان را نیز ترک کرد، اما چرا؟ باور نکردنی است. خپلواک صافی، مدیر مسئول شبکه تلویزیونی طلوع کشور را ترک کردند، احتمالاً جنگ داخلی در راه است. صافی در توییت اعلام کرده است که پس از سالها کار در این رسانه و برای رسانه‌های آزاد افغانستان از کشور رها می‌کند. او نوشته است که پس از سالها کار خبری اخیراً به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند ادامه دهد. صافی افزوده است که از همه خبرنگاران افغان به خاطر کارهایی که برای افغانستان انجام می‌دهند تشکر می‌کنم. قدرت زیاد، خپلواک صافی، در پی سقوط کابل به دست طالبان در عوض لطف‌الله نجفی زاده مسئول اداره طلوع نیوز را بر عهده گرفت. طلوع نیوز از جمله رسانه‌هایی است که تا یک سال تسلط طالبان محدودیت‌های زیادی را متحمل شده است، طوری که برخی از خبرنگاران این شبکه و شمول صافی بارها از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و سپس رها شده بودند. خبر دیگر، طالبان متاسفانه بر کابل یک نظامی پیشین را در محضر عام تیرباران کردند. این رویداد پس از شاشت امروز در شهرهای شهید از مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر کابل اتفاق افتاده است. با گفته منابع، این فرد صمیم نام داشت و عضو کماندوهای ارتش پیشین بود. منابع می‌افزایند که طالبان صمیم را در محضر عام تیرباران کردند و جسد او را حدود 1 ساعت روی جاده ماندند. با گفته منابع، این نظامی پیشین 28 سال سن داشت و باشنده اصلی ولسوالی گلدره ولایت کابل بود. منابع همچنان می‌گویند که با هیچ گروه ارتباط نداشت. تاکنون انگیزه تیرباران کردن صمیم معلوم نیست و طالبان هم در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی هست که پیش از این نیز طالبان ده‌ها نظامی حکومت پیشین را در بخش‌های مختلف کشور بازداشت، شکنجه و تیرباران کردند. گفتنی است که چند پیش نیروهای استخباراتی طالبان یک کارمند امنیت ملی حکومت پیشین را در روز عروسی پسرش در ولایت سمنگان بازداشت کردند و با گذشت چندین روز از سرنوشت او هنوز هیچ خبری در دسترس نیست.